سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. یه شارپ فوق العاده زیبا بافتم، خیلی نازه، با نخ موهر بافته میشه. قلاب شماره 2 یا 3، ببینید که کدوم به دست شما میاد. بافتمون رو شروع میکنیم با 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5. قلاب من شماره 2.5. میایم روی زنجیره اول وارد میشیم، نخ روی قلاب میگیریم، از هر دو حلقه ردش میکنیم، بست کارمون میشه و این حلقه شکل میگیره. رج اول 1 2 3 زنجیره، کنارش داخل حلقه نخ اضافه هم روی قلاب نگه داشتم، یک پایه بلند میبافیم، دو تا زنجیره میزنیم، دو تا پایه بلند میبافیم، 1 2. دوباره دو تا زنجیره میزنیم، دو تا پایه بلند دیگه میبافیم، 1 مرتبه دیگه تکرار میکنیم، دو تا زنجیره، دو پایه بلند. پس شد 4 دسته دو پایه بلندی، 3 تا فضای زنجیره. ما یه پایه ابتدایی داریم، یه پایه انتهایی داریم که تو تمام رچ‌ها یکسان هستش. خب اینو یادمون میمونه که من دیگه تکرارش نمی‌کنم. 4 تا زنجیره میزنیم برای ابتدای بافت داخل اولین فضای زنجیره‌ای، 3 پایه بلند، میتونید 2 پایه هم ببافید، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. این شد ابتدا. تمام ابتدای رش با همین پایه شروع میشه، انتهارم میگم. این ما بین 2 تا زنجیره میزنیم، تمام رچهایی که میخواییم این پایه وی رو ببافیم به همین شکله، 2 زنجیره داخل فضای زنجیره‌ای پایه بلند، 2 زنجیره داخل همین فضا پایه بلند، 2 زنجیره. پس بافت درج دوم ما این قسمت شد، 2 زنجیره پایه بلند، 2 زنجیره پایه بلند، 2 زنجیره. انتها که میرسیم همین بافت، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. رج دوم تموم شد. رج سوم شروع بافتمون، 4 تا زنجیره، 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. دو تا زنجیره میزنیم. روی بافت ما این سمته. پس ببینید به این شکل میچرخیم. روی این قسمت میبافیم روی پایه وی شکل. روی بدنه یه پایه بلند میبافیم اینجا. 1 پایه بلند میبافیم. 3 تا زنجیره میزنیم. بیم این قسمت. فضای کنار پایه بلند. نخو میگیریم. از حلقه رد میکنیم. میکشیم به سمت بالا. بست میشه و اینجا یک پیکوت شکل میگیره. این کار باید 7 مرتبه اینجا ببافیم. این گل رو دقت بفرمایید، رچهای بعدی که تکرار میشه یادتون بمونه. پای بلند 3 زنجیره، کنارش یک بست میزنیم،
7 تا بافتش. میایم روی فضای زنجیره دو رج قبل، یعنی ما بین دو تا پای بلند، اینجا 3 تا میبافیم. مفته باشید بافت نچرخه، همین سمت باید باقی بمونیم. پای بلند، 3 زنجیره و بست. برمیگردیم روی پای بلند، 7 تا 3 تا تا اینجا 10 تا بافتیم. حالا این قسمت از پایه وی که باقی مونده 7 تا اینجا میبافیم. هفتاره که بافتیم، دو تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم و پایه انتهایی رو میبافیم. 3 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. ابتدا بافته میشه، 4 زنجیره، باز 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. رج 4 هستیم روی بافت. 3 تا زنجیره میزنیم، خاطرتون باشه اینا. داخل فضای زنجیره یک پای کوتاه می بافیم. دوباره 3 تا زنجیره می زنیم. این فضای دو زنجیره دو رج قبل می خواهیم اینجا ببافیم. حبابی 5 پایه‌ای می بافیم، یعنی 5 بار نخ می گیریم. 3 پایه متوسط، 3 4 5 نخ روی قلاب میگیریم، بیرون میکشیم تا قبل از حلقه ای که روی قلاب هست. دوباره نخ میگیریم و این دوتا یکی میشه. دوتا زنجیره میزنیم و دو مرتبه دیگه حبابی میبافیم. 1 2 3 4 5 یکی میشه، دوتا زنجیره. یک مرتبه دیگه، 1 2 3 4 5 یکی میشه، بافت گلمون تموم میشه. 3 تا زنجیره داخل فضای زنجیره ای پای کوتاه میبافیم، 3 تا زنجیره میزنیم و میریم پایه انتهایی و ابتدای رنج بعدی رو میبافیم. 3 پایه بلند، 2 زنجیره، 3 پایه بلند. ابتدا 1 2 3 4 برمیگردیم،
دو، سه، دو زنجیره، سه پای بلند، درجه پنجم هستیم که پشت بافت هست، سه زنجیره، این برای مدلمونه، داخل فضای زنجیره پای کوتاه، سه تا زنجیره، داخل فضای بعدی پای کوتاه. حالا اینجا دقت بفرمایید، سه تا پایه حبابی داریم، روی هر کدوم باید پای کوتاه برجسته از رو ببافیم به این شکل. دو تا زنجیره میزنیم، حبابی بعدی پای کوتاه برجسته از رو، دو تا زنجیره، پای کوتاه برجسته از رو. بعد از سومین پای کوتاه برجسته از رو، داخل فضای زنجیره بعدی اول یک پای کوتاه میبافیم و بعد یک، دو، سه زنجیره، فضای بعدی پای کوتاه، سه زنجیره و میریم انتها و ابتدا رو دوباره میبافیم، رج ششم میریم. دو تا زنجیره میزنیم، روی پای کوتاه رج قبل این پایه، پایه وی میبافیم، پایه بلند، دو زنجیره، پایه بلند، پس شبیه رج دوم، یعنی الان اینجا یک گل جدید این سمت و این سمت شکل میگیره. دو تا زنجیره میزنیم، اینجا با دو تا فضای زنجیره ای داریم، این پشت هستن، ببینید این قسمت هستن، این پشت رجی قبلی که بافیم، روی فضای اولی دو تا پای کوتاه میبافیم، روی همین فضا نخ میگیریم نمیبافیمش، میریم فضای بعدی باز نخ میگیریم حالا میبافیم، پس اینجا یک پای کوتاه یکی شد. داخل فضای بعدی دو تا پای کوتاه میبافیم، پای همون شد چند تا؟ 5 تا. دو تا زنجیره میزنیم، روی پای کوتاه همون پای وی بافته میشه، پای بلند، دو تا زنجیره، پایه بلند، دو تا زنجیره میزنیم، انتها و ابتدا. رج هفتم هستیم، دو تا زنجیره میزنیم و همونطور که گفتم، ببینید الان اینجا باید گل ببافیم، یک بار این قسمت و یک بار این قسمت، بعد از دو تا زنجیره بر میگردیم و دقیقا این باف تکرار میشه، پای بلند، سه تا زنجیره، کنارش بست، ادامه میدیم، هفت مرتبه، سه مرتبه داخلش، دوباره هفت مرتبه این سمت.
بعد از اینکه بافت گلمون تموم شد دو تا زنجیره میزنیم برمیگردیم. ما اینجا 5 تا پایه کوتاه داریم. اولی رد میشه روی ستای وسط پایه کوتاه میبافیم. پس یه پایه هم آخر میمونه. دو تا زنجیره میزنیم برمیگردیم دوباره روی پایه وی همین گل رو میبافیم. یکی از قشنگترین اشارپاست. خیلی عالیه. تا انتهای که بافتیم دو تا زنجیره میزنیم برمیگردیم پایه انتهایی و ابتدایی رو میبافیم. رج هشتم، سه تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیری یک پایه کوتاه. یک دو سه زنجیره میزنیم میایم داخل فضای زنجیری یک پایه وی حبابی میبافیم. دو سه چهار پنج، یکی میشه یک دو. دو مرتبه دیگه این پایه بافته میشه. یک دو سه چهار پنج، یکی میشه یک دو سه چهار پنج. یک دو سه. سه تا پای کوتاه داریم. روی وسطی یک پای کوتاه میبافیم. سه تا زنجیره میزنیم. دوباره میایم گل رو میبافیم. سه تا حبابی ها. بعد از اینکه سه تا حبابی رو بافتیم، سه زنجیره، پای کوتاه داخل فضای زنجیره ای، سه تا زنجیره و انتها و ابتدا. رج نهم که دیگه این رج آخره و بعدش چهار تا رج آخر تکرار میشه. سه تا زنجیره میزنیم داخل فضای زنجیره پای کوتاه. یک دو سه زنجیره داخل فضای زنجیره پای کوتاه. روی حبابی پای کوتاه برجسته از رو. دو تا زنجیره پای کوتاه برجسته از رو. دو تا زنجیره و پای کوتاه برجسته از داخل فضای زنجیره یک پای کوتاه می بافیم. یک زنجیره می زنیم. روی این تک پای کوتاه یک پای کوتاه برجسته از رو می بافیم. یک زنجیره می زنیم. داخل فضای بعدی پای کوتاه. پای کوتاه برجسته از رو. داخل فضای دو تا زنجیره. پای کوتاه برجسته از رو. دو تا زنجیره پای کوتاه برجسته از رو. داخل فضای زنجیره یک پای کوتاه، سه زنجیره. فضای بعدی پای کوتاه، سه زنجیره و تمام. اولین گلی که بافتیم روی پایه وی شکل بافتیم. هفت تا روی پایه بلند، سه تا پایه ما بینش که رفت داخل فضای زنجیره یه رج قبل. اینجا از گلهای بعدی ما رج قبلش فضای زنجیره ای نداریم، پایه کوتاه داریم. پس اون سه تا پایه روی پایه کوتاه بافته میشه. حالا این چهار رج ادامه پیدا میکنه. اینکه حتما هم باید سوزن کشی بشه دور تا دور و بعد بخار زده بشه نخ مهر تا خودش رو بهتر نشونه. الان رج بعدی ببینید پایه ابتدا رو که میبافیم گفتم از رج ششم، پس میشه دو تا زنجیره روی پایه کوتاه پایه وی بافته میشه.
دو تا زنجیره. میایم داخل فضای زنجیره‌ای دو تا پای کوتاه می‌بافیم. این قسمت دو تا پای کوتاه یکی میشه، دوباره دو تا پای کوتاه. حالا اینجا سه تا گل میخواد شکل بگیره، پس ما دوباره باید روی این پای کوتاه هم، پای کوتاه برجسته هم، یک پایه وی داشته باشیم. بعد از دو پای کوتاهی که بافتیم، دو تا زنجیره میزنیم روی پای کوتاه برجسته، پایه وی میبافیم، دو تا زنجیره میزنیم داخل این فضا، دو پای کوتاه، یک پای کوتاه یکی میشه، دو تا پای کوتاه و در آخر دو زنجیره، دوباره پایه وی سر پای کوتاه، دو زنجیره و ابتدا و انتها. رج 6 7 8 9 تکراره. هر رجی که پیش بریم، هر تکراری که پیش بریم یک گل اضافه میشه. قدش دیگه دلخواهه، این فاصله رو اندازه بگیرید. اینجا پشت کمر هستش تا پشت گردن، بین 60 تا 75 سانت اوکیه که پهناش تقریبا میشه 130 تا 150 اینا.